بابا چی شده؟ عمت زنگ زده بود، چهار عمت سکته مغزی کرده. الان چطوری؟ حالش خوب نیست، الانم بیمارستانن. عمت خیلی تنهاست، صداش تو تلفن خیلی بد بود. من همین الان باید برم آنکارا. جمره جانم، کجا بودی عزیزم؟ میخواستم کارم تموم شه بعد بهت زنگ بزنم. تا خونه به زور اومدم. تو چی کار میکنی؟ خوش اومدی عزیزم. مرسی، تو هم خوش اومدی. زینب امشب پیش ما میمونه، من داشتم اتاق واسش آماده میکردم. خیر باشه. با بابا دعوات شده؟ نه، شوهرم هم سکته مغزی کرده. ای بابا، خدا شفاش بده. ممنونم. بابام هم رفت آنکارا پیششون. ای خدا، یعنی به خاطر شوهرم ناراحت شدم. از اینکه پیشمون میمونی خوشحالم. آره آره، چقدر خوب شد نه؟ دین داره دام داره دام داره دام داره دین داره دام داره دام. بابا مثل بچه ها منو سپرده به شما. فکر میکنه وقتی اون نیست من حتما میرم پیش کوزه. تو نگران نباش، به وقتش دوباره اعتمادش به تو جلب میشه. من دست و صورتم رو بشورم، زود میام پیشتون. از دستت ناراحت میشم، نگی یا دیگه. باشه حتما. به نظرم همه چی خوبه. آره خوبه، چقدر خوشحالم بالاخره بعد از سالها برای اولین بار برامون مهمون اومد. چه خوب کردی اومدی. همون کاریو میکنم که گفتی، عکس‌ها رو فردا تحویل میدم. اونایی رم که قراره پس فردا بدم بهشون زنگ میزنم. اگه مشکلی هم پیش بیاد از عکاسی پایین کمک میگیرم. نگران نباش. میخوای منم بیام؟ یعنی فردا میتونم بیام؟ نه نه، بهتره نیای دخترم، اینجا وضعیتش مشخص نیست. اگرم تو بیای اینجا فکرم بدتر میره پیش تو. اما اینجوری هم من نگرانت میشم. باید صبر کنی دخترم. ببینم، مگه قرار نیست بری سر کار؟ تا فردا شبم که مغازه ای، اگه شنبه بیا یه شنبه باید برگردی. حداقل از نگرانی در میام. خواهش میکنم پیش گلتن خانم بمون، اینجوری منم راحت ترم. خواهش میکنم منو نگران نکن. هر طوری که تو بخوای. اگه گلتن خانم وقت داره گوشیو بده بهش. باشه عزیزم، میبوسمت. با من؟ الو؟ حسین آقا سلام. گلتن خانم سلام، شبتون بخیر، چطورین؟ خوبم خیلی ممنون. از امروز ظهر به بعد نه مشکلی نیست، همه چی آرومه. ازتون خیلی تشکر میکنم. خواهش میکنم، به امید دیدار. به خاطر اینکه باورش بشه اینجا این کارو کرد. میدونم. به خاطر کوزه ای. اینکه پدرت بهت اعتماد نداشته باشه خیلی بده. عمم قبلا ازدواج نکرده بود، تو 35 سالگی با شوهرش آشنا شد. خانم باهوشیه. شوهرش تو دندون پزشکی تو بخش پذیرش بود. تو اولین دیدار عاشق شدن. آی چه رمانتیک. بعد از ازدواجم فقط کشورها رو گشته. تو از کجا اومدی؟ چه خوب. چرا اومدی اینجا؟ بچه اینا دارن؟ نه. تا
تو اون ایتالیا داشتی زندگی میکردی دیگه. چرا کوزه؟ ها؟ آخه چرا؟ اصلا مزه دهنتون نیست. معلوم نیست چه لحظه هایی با هم گذروندیم. بگو ببینم کی اومدن آنکارا؟ راستش خیلی زیاد نیست. نکنه به خاطر اینکه بوسیدتت عاشقت شده. مگه تو خوشگلی؟ یه دفعه چی شد عاشق تو شد؟ چجوری عقل از سر کوزه پروندی؟ خیلی ناراحت میشم. خدا نکنه، اینقدر فکر بد نکن. چطور این همه عاشق تو شد؟ تو یه ذره از اون خاطراتی که با من داره رو نداری؟ حالا میای با من از عشق حرف میزنی؟ تو از عشق چی میفهمی؟ مطمئنم من بدون اون میمیره، بدون اون نمیتونه. این حرفا رو نزن دختر. آخه کی از عشق مرده؟ ایشالا خیر باشه. ببخشید بازیتونو به هم میزنم، ولی خیلی خستم، میخوام بخوابم. باشه، هر جور راحتی. خب میذاشتی این دستم تموم بشه بعدن میرفتی. مامان جان میگم خستم. باشه برو، شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. خوب بخوابی. حرف بدی زدم؟ نه عزیزم، من که هیچی نفهمیدم. شاید یاد یه خاطره ای افتاده. فکر نکنم، خسته است. خسته است به خاطر اونه. چرا تمام شب به صورت زینب زور زده بودی؟ واقعا زور زده بودم؟ آره، تو این کارو کردی. چی شده؟ با هم دعواتون شده؟ نه، فقط خیلی خستم، حال ندارم با کسی حرف بزنم. موضوع گنه یه دوباره؟ نه، چرا باید اون باشه؟ چرا یه دفعه گفتی کسی از عشق نمیمیره؟ ها؟ چون اینجوری فکر میکنم. فقط اینو میدونم که هر اتفاقی بیفته بازم زندگی ادامه داره. پسر چی شده؟ داداش اسماعیل خیر باشه، کی فوت کرده؟ شوهر خواهر حسین مرده، خدا رحمتش کنه. خدا بیا مرزفش. فعلا داش علی. چطوری جمره؟ شوهر خواهر عمو حسین بوده. کی؟ شوهر خواهر عمو حسین فوت کی؟ کرده. بابا میگم شوهر خواهر عمو حسین فوت کرده. شوهر عمه زینب. خیلی مریض بود؟ 20 روز پیش سکته مغزی کرده بوده که بردنش بیمارستان. حسین آقام که رفته آنکارا، زینبم اومده پیش ما. آها، پس اینجا نیست، تشییع جنازه‌اش آنکاراست. خدا بیامرزتش. صبح زود زنگ زدن گفتن زینبم وسایلشو جمع کنه و بره اونجا.
زینبم مجبوره یه مدت اونجا بمونه دیگه. یعنی نمیتونه بیاد. آره دیگه عزیزم، نمیشه که، به هر حال شوهر عمش بوده. جمر بخاری روشنه، درو ببند، مغازه سرد میشه. ما رفتیم جمره. خداحافظ. میبینمت. زد زیاد.